که این بوبدونا 87 سالانه 80 ساله است، یعنی متولد سال 1940 هست. یکم مسئله دومی این که به مدت 5 سال نه به مدت 7 سال زندانی شدگی هست. نرمال نیه ادمی نرمال نه نور داره و نه هیچ نه داره تو باید یا برنگو که حیوان نه این هم ایلاش این یک چیه که می سوگیریم این هم یک فویدی دولت بود یک فویدی دولت بود گرچه که مایده اینه که یک بطان رسولی که اگر که وای شود این هم میلیون میلیون دلار جا می شد درست اینجا دام درست ما تویم اخی در تمامی دنیا همی خیلی که نامر باید دولت گیری ای فیلم شخصی باید نگیری نامری میوه چی میگن ماشینا را خدمت را دولت باید بکنه و اینا همش نمیدونم اینا خیروی ندارن یا 200 سالی عمر دیدن یا چی 200 سال ممکن یا زندگی کنن اویره سویره چه غیراشون ممکن که فکر میکنن که یا دیارو میکنن ممکن یا 200 سالی ممکن حیات دیدن یا درست با این خیلی و برادوی کلوبی ها گب دارن که با این خیلی چکلن گلک دارده میشیم بگن که این باور کنی من اکر همین مردم باید که این همین چیزا رو نگاه کرده پروتیف همین بدبخت های نوکس ها تقیب نسته ای بدبخت نوکس تقیب نسته ای این کاری یعنی که انیقه ای چیز و اینا تمامی همین ریچکوی دولتی را ریچکوی که میسو گیرم یا کپیکا باید بجت دولت پول جام شوا هم را گرفته گیا هم چیز گرفته گیا اوی یک در پرکتی یکون دولت داری یکون دور و زمان خیلی گاب شده گی نرسته ای که من نومر ما در کورای من میرم فرمی فاروز در پول میسپورم پلوش در بجت دولت نیو در فیرمی فراز میره درست با جایی که باید یک کارخانه بسازن یا مردم سایی بیده دهن هم کنن اینو نابراد ای حق دولت میگیرن منا یک کسا دوروی ویده چی میگن دوروی سیوز ده او بخیزیز میقبید مثال سر سود میرواردن میگوتن که دولت از این کس منا فلان سون ضرر دید درست دولت او دولت این روزا ایمان این خیلی ادما میدونی میلیارد دلار ضرر دیده سای او این بدبخت پیری احمق این نمی بینه این چیز دا چه وای بای ملت دوزدار ای وای چه وای پیشاوی ملت ای که وای وای این دولت دوزدار نیست ای ادما دوزدار دختر دوزدار اویل دوزدار ای خوب تشکر زیاد برادر عزیز ما نظرتون رو شنیدیم مردم هم شنیدیم گرد خوش گرد زنید آج با انشالله این خیل اطریفکا با میروی همی باید آو میای باز آن اطریفکا دا همی سخنوی مرا التماس عدل نبود یا جو دوائی کنید بروی مون بفهمانی بادبختو مون بفهمان که اخی من اوی خیلی کور نمیشه ای خیلی کور برد یا در یکون دولتی دنیا در یکون دور زمان نبود که میسو گیلیم همه ریچکوی دولتی را شما را چی گفتم وانم ساکین یکم ناحیه یا مهاجر یا یک شهروند تاجیکستان یک شهروند تاجیکستان که من یکم تخلص در همین مسکو یکم تخلص نداری کلیچکه نداری یکم تخلص همی دو گراجنین تاجیکستانی تخلص نداریم مالش تشکر زیاد برادر عزیز برای تماستون خوب رحمت برای اظهار نظرتون خوب رحمت خوب تشکر رحمت خوب بینندگان عزیز شما نظر این بیننده رو شنیدید و حالا مرور میکنیم به سوال امروز. ببینید بحث امروز خیلی بحث مهم است، با زندگی و حیات آینده ما و شما رب دارد
به استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان ربط دارد و اگر کشور در حالت دیفالت قرار بگیرد و اگر تاجیکستان قرضاش را پرداخت کردن نتواند چین مثلا یا کشورهای دیگر میایند در عوضش همون کندنی های زیرزمینی تاجیکستان یا حتی شاید حکومت وادار شود قسمی از خاک تاجیکستان را دوباره به سودا بگذارد با چین. برای همین من از همه شما دعوت میکنم نسبت به وطن، ملت و تمامیت ارضی کشوری خودتان، کشوری خودمان، ملت خودمان و وطن عزیز خودمان که پاره ای از وطن و مادر است میگن به تفاوت نباشیم و نسبت این موضوع مهم به پروان نباشیم. درست است که وقتی که یک موضوع اجتماعی یا نمیدونم یک مسئله هایی که به زندگی افراد ربط دارد، نمیدونم ازدواج سوره قاسم میبینه چقدر بیننده دارد، اما مثلا یک موضوع خیلی مهم که به امنیت، تمامیت، استقلالیت و تمامیت سرزمینی تاجیکستان وابستگی دارد، بینندگان خیلی کم هستند. ما از شما دعوت میکنیم برنامه را پسند کنید، لایک کنید و به دوستانتان بفرستید و همچنین نظرتون در کامنت و شرح بنویسید، چون بسیار مسئله مهم است. و چخیلی که گفتیم قرض خارجی تاجیکستان به 3700 میلیارد دلار برابر شده است که این 43% در عدد WWP یا همون مجموعه محصولات داخلی هست و بیش از یک میلیاردش برمیگردد به چین، متعلق به چین است. و همچنین انتقال مبلغ از جانب مهاجران خیلی کاهش پیدا یافتگی است و این به 37% کاهش پیدا کرده است. و اگر شما تلاش کنید کمتر پول بفرستید به تاجیکستان یا از راههایی بفرستید که نمیدونم راه های الٹرناتیو را اگر پیدا کنید، این میتواند که بیشتر به ضربه اقتصادی بزند به بدنه حکومت، یعنی یک نوع تحریم است. چخیلی که در گذشته اگر شما بلیت های سامانه را نخرید مجبور میشن بلیت ها را ارزان بکنند و هر چقدر که شما بیشتر بخرید همونقدر نرخ بلیت ها را گران میکنند. در اینجا هم همین مسئله هست، یعنی شما با کمتر پول فرستادن به تاجیکستان و از خرجای بیهوده مثلا میتوانید که کمک بکنید به چی میگن به وضعیت بهبود وضعیت تغییر وضعیت در تاجیکستان، یعنی که کشور به طرف بحران برود و منجر به تغییرات مثبت بگردد. اما در این برنامه پیشنهادهای زیادی شد و از جمله در مورد بازداشت بابای دانه صحبت های زیاد صورت گرفت. من اینجا در آخری برنامه باز دیگر از شما دعوت میکنم که هفته گذشته ما در روز شنبه درباره بابای دانه صحبت داشتیم و در اون برنامه هنوز معلومات ها تکمیل نبود، کامل نبود. من اینجا برای شما خلاصتاً عرض میکنم که بعد از این صحبت ها و برآمد های جامعه شهروندی و رسانه‌ای شدن قضیه بازداشت بابای دانه، وزارت داخلی تاجیکستان یک بیانیه صادر کرد و در این بیانیه گفت که این بابای دانه 80 ساله است، یعنی متولد سال 1940 هست. یکم مسئله، دوم این که به مدت 5 سال نه به مدت 7 سال زندانی شدگی هست. و سوم این که اونجا حرفی گفتگی است که او گویا که قاضی باشد و در دوره جنگ داخلی نمیدونم به کدام جرم و جنایت دست داشته باشد. وقتی که ما پیگیری کردیم در حقیقت افرادی که میشناختن گفتن در سند پاسپورتش تولدش 1940 است، اما سالی تولدش پیشتر است، یعنی نالو نمیدونم دقیق نمیدونن که چقدر هست، چون میدونید که در گذشته مردم دقیق سن و سالشون در پاسپورت ها یا که گذرنامه هاشون نمی نوشتن. از همین خاطر احتمالا اینجا بیشتر تکیه کردن به همون سن و سالی که اون مسافر خودش می گفت که من چند ساله هستم، نه به پاسپورتش. برای همین 87 ساله گفتن، شاید 85 ساله باشد، ولی مهم نیست. مهم که یک انسانی که در سن سالی حالا از 63 همه پنسیونر می شوند، 60 بالا، و این 20 سال از سن پنسیه بالا هست و به ناحق زندانی شد، اونم به جرم این که از هم رفیقاش، آشنایش که در زندان هستن بازدید میکرد یا به آنها کمک میکرد به خاطر کمک کردن به مردم یا به افراد تنگ دست، نبازداشت کردن و زندانی کردن. و همچنین
پنج سال نه، به مدت هفت سال این روان در زندانی کردن. مسئله دیگر این که چرا دیر رسانه‌ای شد، بابای دانا فرزند نداره، چه خیلی که ما شما میدانیم و برادرزاده هاش یا پسرای عمکش اینا که در شرکتی در یکی از شرکت های حسن اسدالله زاده برادر زنی امام علی رحمان کار میکرده است و با اون گفتن که اونا متقاعد کردن، راضی کردن که شما این بازداشتی بابای دانا را رسانه ای نکنید، ما وعده میتیم که در سر سود او را از سر سود آزاد میکنند به خاطر که سن سالش کلان است و فلان بسمدان است. اما این بند خدا هم باور کردن به این حرف و وعده های دروغی، حالا همون حسن اسدالله زاده باشد یا پیوندانش، تا زمانی که حکمی ناعادلانه صادر شد و بابای دانا را به هفت سال زندان روانه زندان کردند. و اینجا من از شما دعوت میکنم که در سرنوشت بابای دانا به تفاوت نباشد، مسفید، پیرمرد، رنجور، عذاب دیده، مشقت دیده و جرمش، تنها جرمش این است که کمک کرده است به دیگران. حالا این کمک به هر کسی باشد، به زندانی باشد، به یک نمیدانم بندی باشد، به یک پیرمرد باشد، به یک زن باشد، بیوه باشد، یتیم باشد، او کمک کرده است. و تنها به خاطر کمک کردن، به خاطر اینکه بترسانند دیگر را کمک نکنند، او را زندانی کردند و متاسفانه بابای دانا فرزند ندارد. و اگر او مثل پدران ما و شما فرزند می داشت، حتما امروز بیشتر و آشکارتر از او دفاع میکردند. به خاطر همین احساس کنید که هر یکی شما فرزند و نبیره و پیوندانی بابای دانا هستید و اون یکی از ما و شما هست. در صحبت پیشتر هم گفته بودم که سعدی بزرگوار میگوید که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چوزوه به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قدار، تو که از غم دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. واقعا انسانی که درد دارد، انسانی که آگاهی دارد، انسانی که خودآگاه هست، نمیتواند به تفاوت باشد به این جنایت، به این ظلم و ستمی که نسبت این پیرمرد و این بابا روا دیدند و او را به خوابت مدت طولانی روانه زندان کردند بدون وکیل، ادوکات و پشت درهای بسته و اصلا نمیدونیم که به چی جرم و جنایت. اما واکنش هایی که در اطراف این صورت گرفتن واقعا متفاوت بود. ایده آمدند متهم کردند که مخالفین اینجا معلوماتی برغلط پیشنهاد کردند. یکم این که چرا زود خبر ندادند، در این چهار ماه نگفتند، از بازداشتش خبر نکردند و بعد از چهار ماه سر و صدا را راه اندازی کردند. دوم این که در سن و سالش، در مدت زندانی بودنش و همچنین در مسئله اینکه او قاضی بوده است، اینا گویا دروغ گفتند. در صورتی که با این سوال ها بابای هفت‌ستار در نشستی همین سوال روز هفته گذشته پاسخ دادن که دلیل اینکه نخواستن زود رسانی بکنن همین بود که پیوندانش راضی نشدن و به اونا وعده داده بودن که این آزاد میشوند. دویوم این که اینها تخمین زدن، منابعی که خبر داشتن، اینها در مورد زمانی بازداشتش و مدت حبسش تخمین می زدن که 7 سال باشه یا 5 سال باشه، چون به خانواده های اینها چی میگن همون حکم سودا نمیتین. سیوم ادعا شده بود که برای کمک به زندانی ها کسی را بازداشت یا تعقیب نمیکنن. این کسی میزند که من نمیدونم این واقعا در کجا زندگی میکند، مثلا این آدم یا در چه دنیا هست. من شخصا 3-4 سال شده سال 2017 با پدرم صحبت نکردم و دلیل صحبت نکردنم با این است که اجازه صحبت کردن با من ندارد، چون هر وقتی پیشتر صحبت میکرد اونا دعوت میکردن به امنیت و بازپرسیش میکردن و یک بار هر حتی 3 روز بازداشتش کردن. و وقتی که اگر صحبت کند، خب شما میدونید که اونا میگن به قرآن قسم بخور یا نمیدونم زن طلاق بخور و دیگر قسم ها که واقعا در یک شکنجه روانی و تعقیب قرار دارند. و از همین خاطر وقتی که من آزاد در هجرت نمیتونم با پدرم که زندانی نیست صحبت بکنم و به خاطر صحبت کردن یک پدر با پسرش او مورد بازجویی، بازپرسی و حتی بازداشت قرار میگیرد، بعد این به انصاف میاد میگید که برای نمیدونم کمک کردن به زندانی کسی مورد بازداشت یا
تعقیب قرار نمیگیرد. حالا شاید مامورین یا حکومتی ها مثلا گزینشی رفتار بکنند، البته طبق قانون بله جنایت نیست کمک کردن به خانواده زندانی ها به زندانی ها، ولی خب اونا هر دلیل مثلا چی دلیل داشتن برای زندانی کردن دلیر شریپوف، برای زندانی کردن محمود آدینایف چی دلیل داشتن؟ واقعا اوباش بود؟ واقعا اوباشی کرد که او را زندانی کردن؟ برای زید سعیدوف مگر جنایتکار بود؟ با این منطقی که تو داری مگر زید سعیدوف جنایتکار بود؟ مگر او با یک دست معیوبش مثلا به منطقی تو تجاوز کرده بود که او را بردن زندانی کردن؟ مثلا مگر بزرگ میریارف چی جنایت کرده بود که او را به خاطر حمایت از زندانی ها رفتن زندانیش کردن؟ من اینجا دعوت میکنم که این بی‌انصافی را، این قضاوت یک طرفه را مردم باید کنار بگذارن و طور رفتار نکنن که گویا که از دیگر سرزمین آمدن و در تاجیکستان گویا که یک عدالت سودی و یک عدالت دادگاهی وجود دارد و کسی را به خاطر کمک به زندانی ها بازداشت نمیکنن. خب خیلی زیاد بازداشت هم میکنن و این نمونه‌هاش هم که گفتم که فقط یک نفر نه، بیش از 10 نفر رو جز بابای دانه زندانی کردن. خب تشکر زیاد بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم که دوباره برنامه رو پسند کنید، لایک کنید، به دوستانتون بفرستید و اگر موضوعی که برای شما داغ هست، مهم هست، فکر میکنید لطفا اون موضوع ها رو به ما بنویسید یا در کامنتری یا در واتساپ و به ما بفرستید و ما اون موضوع را در هفته آینده بررسی بکنیم. چون برنامه ما سوال روز است، ما تلاش میکنیم که در موضوع برنامه صحبت کنیم، اما در این برنامه استثناءً چند دقیقه آخر را بخشیدیم به بابای دانا که اینم در نتیجه دعوت بینندگان عزیز بود که خیلی از اینها دعوت کردن که در مورد سرنوشت بابای دانا به تفاوت نباشیم. ما نیز اینجا به نوبت خود از شما دعوت میکنیم که نسبت سرنوشت بابای دانا به تفاوت نباشید، نسبت وطن، ملت، کشور، تمامیت ارضی، استقلالیت وطن ما به تفاوت نباشیم، نسبت همدیگر مهربان باشیم، به تفاوت نباشیم. و در برنامه گذاشتم گفتم که در لهستان یا پولش را همین جرایان همگرایی یا همدلی نجات داد، یعنی که مردم نسبت به مشکلات همدیگرشون به تفاوت نبودن و یک دل و همدل بودن و این همدلی ما شما رو میتواند به پیروزی برساند. اینجا با شما خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که برنامه با ما بوده در این ساعت ها و شما میتواند اینچنین خبر و معلومات تازه را از سامانه یا وبسایت از در نقطه تیوی پیگیری بکنید و خبر و معلومات پیشنهادتان را نیز با ما بفرستید. تشکر زیاد از شما بینندگان عزیز و با شما خداحافظی میکنیم تا سه‌شنبه آینده. خدا یار و مددگار شما.